بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و آرزوی توفیق زیارت حضرت ابوعبدالله برای همه مشتاقان. الان همه مشتاقان به نوعی در تلاش هستند که بتونن ارتباط معنوی برقرار کنن با آستان مقدس حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. شرکت ملی پست خدمتی رو داره ارائه میکنه به مشتاقان کربلای معلا. اونهایی که توفیق تشرف پیدا نمی کنن، این امکان براشون فراهم هست که بتونن ارتباط معنوی برقرار کنن با حضرت سید الشهدا علیه السلام از طریق نوشتن دل نوشته یا نامه، به این ترتیب که متنی رو تهیه میکنن در قالب دل نوشته یا نامه و این رو داخل پاکت میگذارن و روش میتونن بنویسن برسد به حرم حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام یا بنویسن عاشقانه های حسینی. این رو به دفاتر پستی ما در سراسر کشور تحویل میدن به همکاران ما در شرکت ملی پست و این عزیزان این نامه ها و دلنوشته ها رو جمع‌بندی میکنن و ارسال میکنن برای کربلای معلا و میرسونن به حرم مطهر حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و تولیت آستان مقدس حسینی. البته این توضیح رو من عرض بکنم که این امکان رو ما میتونیم داشته باشیم اگر نگارنده این نامه ها یا دلنوشته ها به ما اجازه بدن، ما نامه های اونها رو قبل از ارسال به کربلای معلا بتونیم ازش تصویر داشته باشیم و یا اینکه متنش رو در حالا رسانه‌های جمعی یا رسانه‌های شرکت ملی پست استفاده کنیم و بتونیم اون رو به سمع و نظر همه عاشقان حسینی برسونیم و همه بهره‌مند بشن از مطالب اونها اگر مطالبشون خصوصی نباشه. از این طریق ملت عزیز ما میتونن ارتباط معنوی خوبی رو با حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام برقرار بکنن. بنابراین میتونید از حالا دست به قلم بشید و مطالبتون رو تنظیم بکنید، تحویل دفاتر پست بدید و انشالله اینها قطعا به حرم مطهر حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام خواهد رسید و حتما هم ایشون به نویسندگان این نامه ها عنایت و توجه و لطفشون رو خواهند داشت. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت میکنیم، امیدوار هستیم که امسال توفیق زیارت اون حضرت نصیب همه مشتاقان بشه و اونهایی هم که توفیق ندارن مشمول عنایات و توجهات اون حضرت قرار بگیرن.